درود بر شما دوستان. به آپدیت جدید دوره راه شاهی خوش اومدید. این دوره توی زمستون 1401 رسما رونمایی شد و توسط 1000 نفر فقط داخل سایت ما دانلود شد و خیلی ها توی کانال تلگرام و سایت های دیگه موفق به گوش دادن این دوره شدن. حالا توی نوروز 1403 دارم آپدیت دوره راه شاهی رو برای شما قرار میدم. بچه های آکادمی وصال کنکور توی اسفند ماه به این دوره دسترسی دارن. آپدیت این دوره ویژه تمامی رشته های ریاضی، تجربی انسانیه و هر کسی که به دنبال موفقیت از راه تحصیله. دوره قبلی راه شاهی از سایت حذف شده و این دوره جایگزین دوره قبلی شده. اگر دوره قبلی رو شما شنیدید، بدونید که حرف‌های جدیدی در این دوره قراره مازاد بر حرف‌های گذشته بشنوید. مثل دوره قبلی 7 خان داریم، مثل دقیقاً خود راه شاهی که از اقدامات داریوش بود، 7 ایستگاه مهم داشت که مجموعاً 2600-700 کیلومتر بود که ما هم حدوداً 2 ساعت و نیم این دورمون طول میکشه و من بهت قول میدم نگاهی که توی این 2 ساعت و نیم قراره تغییر کنه، شاید 10 تا مشاور نتونن تغییرش بدن، شاید 10 جلسه فقط با پدر مادرت بشینی صحبت کنی نتونه این نگاه تغییر میده. پس لطفاً قبل از اینکه بخوای حرفهای من رو بشنوی، تعصب خودتو بذار کنار. حضرت علی علیه السلام گفته که تعصب به هر چیزی انسان رو کور و کر میکنه. تعصبت رو نسبت به کنکور بذار کنار، هر چی مشاورای دیگه گفتم بذار کنار. من میخوام حرفهایی رو بهت بزنم که تو باید با ذهن خالی بهشون فکر کنی، تو باید خودت آنالیز و تجزیه تحلیل کنی و من بهت قول میدم در این صورتی که خودت پیشرفتت رو با چشمهای خودت خواهی دید. خب پس دوره راه شاهی از اقدامات داریوش بود، اولین راه جهان باستان بود و دقیقا الگو برداری ما توی این دوره از همون اقدامات ایران کهنه و شما میتونید این دوره رو به مدت محدود داخل کانال تلگرام ما، وبسایت وصال کنکور به صورت هدیه دانلود کنید و بعداً برای یک سری از بچه ها باید هزینه پرداخت کنند. اما بریم سراغ اصل دوره. خب آقای وصالی، ما اومدیم میخواییم برای کنکور بخونیم، وسط ساله، اول ساله، حتی 1 ماه مونده به کنکور، قصد پشت کنکوری داریم، 10 هستیم، 11 هستیم، نمیدونیم باید چی کار کنیم، مشاور نداشتیم، مشاور داشتیم بلد نبوده بهمون آموزش بده، میخوایم یه کاربلد بهمون بگه که چطوری شروع کنیم، چی کار کنیم. من امیر عباس وصالی با مدرک مشاوره از وزارت علوم و دانشگاه تهران اینجا هستم تا به شما بگم چطوری شروع کنید و اصلا چرا شروع بکنید یا نه. یه عده نباید شروع کنن چون کلی هزینه میکنی و تهش هم هیچ. خب ما توی خانه اول و ایستگاه اول راه شاهی به شما میگیم چرا باید کنکور بدیم. این یه سؤاله دیگه، دهمی داره، پشت کنکوری هم داره. و بچه های عزیز ببینید، مثل این میمونه اگر ما این دوره مقدماتی رو گوش ندیم، بخوایم یه ها از کلاس اول بریم شعر حافظ رو بخونیم. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. به نظر شما امکانش هست؟ نه. مشکل خیلی از شماها که شروع کردید، انگیزه نداشتید، یه ول کردید، اینه که مسیر رو درست نرفتید. خیلی از مشاورام اینو نمیدونن. شما باید اول مقدمات رو یاد بگیری، باید اول الفا رو یاد بگیری، بعد بیای شعر حافظ رو بفهمی که چی گفت. پس این قاعدش اینه. آقای وصالی حوصله نداریم، کی حال داره؟ میدونم. موفقیت بها داره، واسه همینه میگم هر کسی نباید بیاد توی این مسیر. خب
چرا باید کنکور بدیم؟ دوستان کنکور یه ایستگاهه که توی 18-19 سالگی همه بچه ها و دخترها به سرها هستن، پس همه کنکور میدن، اتفاق خاصی نیست. نکته اول، از کنکور یک اتفاق الهام بخش، یه نمیدونم چیز جادویی نسازید. همه کنکور میدن، سالی 1,200,000 نفر کنکور میدن، یه چیز خیلی جادویی نیست. این از چرا باید کنکور بدیم؟ قواعدیه که کل کشورها دارن. یه عده فقط مثلا با شرط معدل، یه عده از کشورها هر دانشگاه کنکور خاص خودش رو دارن. یعنی حتی اروپا هم به دنیا اومده باشی بازم باید مثلا آزمون ورودی آکسفورد رو میدادی، آزمون ورودی هاروارد رو میدادی. پس فکر نکن که مثلا اون ور گل و بلبله، نه، هر جا مزایا و معایب خودش رو داره. ولی فعلا ما تو ایران یه آزمون تربیت معلم داریم که جداست، امسال جداش کردن، یه دونه هم کنکور سراسری داریم و همه دانشگاه از طریق کنکور سراسریه که دانشجو جذب میکنن، به جز دو تا دانشگاه آزاد و پیام نور که آزاد، به جز چند تا آزاد خوب مثل مثلا تهران شمال، علوم تحقیقات، اینا چیزایی هستن که باز به کنکور ربط دارن. ولی کلیت آزادهای شهرستانها و استانها شما بدون کنکور هم میتونید برید. آزاد و پیام نور، این دوتا دانشگاه معمولا بدون کنکور همیشه انتخاب رشته کرد و رفت. و حالا زمان انتخاب رشته حتما به اجماع رو دنبال کنید، کلی نکات خوب به شما میگیم راجع به این قضايا. ولی شما اگر بخوای بری دانشگاه دولتی باید کنکور بدی. اون رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی هم به درد نمیخوره، مثلا مهندسی خاک دردی رو دوا نمیکنه. پس چرا باید کنکور بدیم؟ برای اینکه بریم دانشگاه، ترجیحاً یه دانشگاه خوب، یه دانشگاهی مثل دانشگاه تهران که سال 1313 یا 12 بود اگه اشتباه نکنم ساخته شده، اون کجا بری؟ اون دانشگاه که 70% بچه‌هاش اپلای میکنن میرن خارج از ایران، اون کجا بری که دانشگاه علوم پزشکی ایران پیش برج میلاد درس بخونی؟ اون کجا که بری دانشگاه آزاد اسلامی مثلا واحد ایلام بخونی؟ این یه موقع سوء برداشت نشه بگی شهر بده فعلا، من خودم مثلا کردم، نه، هیچی توی دانشگاه ایلام بارت نمیشه، هیچی توی دانشگاه همدان، کرمانشاه، اونور ارومیه، هیچی، چون محیط کوچیکه. بچه محیط کوچیک باشه استاد کوچیکه، جسارت نباشه به هیچ کس. وقتی تو میری یه دانشگاه لول 5 توی شهر کوچولو، خب چه انتظاری داری؟ اون کجا که بیای توی بزرگترین رنکینگ های علمی ایران مثلا دانشگاه علوم پزشکی تهران بخونی، علوم پزشکی مثلا حتی اصفهان رو بخونی، اون کجایی که مثلا بری شهر مرز. خب اینا خیلی فرق داره بچه ها. انتخاب دانشگاه بعضی وقتا زندگی شما رو رقم میزنه. من تو زندگیم قرار چه اتفاقاتی بیفته؟ من تو زندگیم قرار به کجا برسم؟ چه بخوای چه نخوای، اگر از طریق درس میخوای آیندت رو رقم بزنی باید کنکور بدی. اگه میخوای یه آدم پخته و فهمیده و درست حسابی بشی، خب ترجیحاً باید توی بهترین جاها درس بخونی، توی دانشگاه درجه 1. خب ببین، هیچ کس از طریق پول باباش تا حالا نرفته توی دانشگاه علوم پزشکی مثلا شهر کد بشینه. همه کنکور داره، حالا کاری به داستان سهمیه ها نداره، ولی فروش صندلی اینا نداریم دیگه، الان نداریم دوره آقای پورعباس. دوستان عزیز، اگر مسیر زندگیتون به کنکور میخوره، خب واسه این قضیه با کلی حرف قراره بزنید. شما میگی چرا کنکور بخوام بدم؟ میگم خب برای اینکه بری دانشگاه خوب. طرز فکر بچه‌ها، من به شما میلیاردها دلار پول میدم. ولی وقتی آدمیت نداری، ولی وقتی نمیتونی مثلا توی خیابون هموطنت رو درک کنی، ازت ارزشش رو داره؟ خب همه اینا رو توی محیط ها و چیزای یاد میگیری، اون شرافت رو پیش کسایی یاد میگیری که استاد با شرفی داشته باشه. خیلی خوب، پس این جواب این بود که چرا باید کنکور بدیم؟ چون همه میدن. چرا؟ چون میخوایم بریم یه جای خوب درس بخونیم، راهش کنکوره. این از این. کنکور به چه دردی میخوره؟ گفتیم آقا میتونه شما رو به شغل برسونه، میتونه شما رو به درآمد برسونه، میتونه برای شما ارزش اجتماعی بخره، میتونه شما رو تبدیل به معلم بکنه، میتونه شما رو تبدیل به یک مهندس بکنه، پزشک بکنه، پرستار، نمیدونم دندون پزشک، هر چیزی.
یک سوال آقای وسالی، بدون کنکور هم میشه اینا رو به دست آورد؟ بله، همین ابتدای کار بدون کنکور میشه یک صافکار خیلی خوب بود، میشه یه میکاپ آرتیست عالی بود، میشه یه ناخونکار عالی بود، میشه یه برقکش ساختمون عالی بود. تازه بازدهی شغل های فنی اینجوری مهارت محور خیلی زودتر از این درس خوندن. شما وقتی درس میخونی بچه های تجربه، خب 7 سال تازه باید پزشکی بخون، تازه شدی یه پزشک عمومی، راضیت نمیکنه. باز باید یه عمری بذاری بری تخصص بخونی و حالا مراحلی که داره. بچه های انسانی تازه میخوان، مثلا میخوای بری وکیل بشی، بعد 10 سال تازه میبینی اومدی آزمون وکالت قبول شدی، یه دفتر کوچولو زدی با کلی قرض و قله، فعلا کسی پیشت نیومده، نیازمند تبلیغات هستی، معلمی، خب حقوقش کمه، 10 تومن الان نمیرسه فعلا، فکر کنم برای 1403 و افزایشو به زور بشه 10 تومن، 11 تومن. خب به هر حال درس مزایا و معایب خودش رو داره. خب ما شغل های پر ریسک و کم ریسک داریم توی انتخاب رشته و همه اینا میره تو حوزه انتخاب رشته، ولی درس یکی از راههای آسونه. میشینی خونه جلو کولر جلو بخاری درس بخونی. ولی برای اینکه بشی یه صافکار خوب باید بری حرف 100 تا مکانیک رو بشنوی، تمام بدنت صبح تا شب بشه چربی و قیر و نمیدونم 100 تا چیز دیگه، دستات یخ بزنی توی سرما، اینا هست دیگه. یا مثلا میره رنگ مو کار میکنه دختر، گردنت درد میگیره، سکون فقراتت آسیب میبینه. به هر حال همه اینا هست، هر کاری مزایای معایب خودش رو داره. آیا کنکور ارزش وقت گذاشتن رو داره؟ بچه ها ما توی کنکور، من حالا در ادامه هم بهتون میگم، دانش آموزان باید 0 و 100 باشن، خب وگرنه فایده نداره. یعنی چی آقای وسلی؟ ببین عزیزم، آب چیه مرده دوشه من، توی کنکور ما میگیم رتبه 30,000 با 300,000 هیچ فرق نداره. کی میگه؟ مؤسسه من میگه، آکادمی من میگه. بر چه اساس این حرف رو میزنه؟ برو توی تخمین رتبه قلمچی که بهترین تخمین رتبه ایران، بزن رتبه 30,000، فرقی نداره ریاضی تجربی انسانی، ببین کجا قبول میشه. در بهترین حالت فوریت پزشکی، خیلی خوش شانس باشی، منطقه سه باشی، ظرفیت زیاد بشه، ظرفیت پزشکی ها زیاد شده باشه، در میای میری فوریت پزشکی یه شهری که مثلا جنوب شهرش این ساعت خودکشی جمع میکنی، اون ساعت دارزدگی، اون ساعت تیرخوردگی، این ساعت قمه. نمیگم بد شغله ها، اینجوریه. 30,000 آوردی ولی شغلی که انتخاب کردی و متاسفانه از نظر روانی چقدر تحت فشاری. این طبیعت جامعه ماست دیگه. منم میرم سر کلاس خیلی پدیده های عجب غریبی میبینم، نه اینکه وضعم از اون بهتر باشه، وضعیت همینه، منم معلم کلاس هم دیگه. پس بچه های انسانی، 30,000 کار خاصی نمیتونم کنم، رشته های تاپ از دست رفته، تجربی از دست رفته، ریاضی که اصلا هیچی. 300,000 چی آقای وسالی؟ 300,000 هم همچنین، رشته های تاپ همه از دست رفته. 300,000 روانشناسی و فرهنگیان و حقوق قبول نمیشه، 30,000 هم قبول نمیشه. و خیلی از 30,000 ها و 300,000 ها هر دوتا میرن پیام نور آزاد. ولی با این تفاوت، رتبه 30,000 درس خونده بنده خدا، ولی رتبه 300,000 چی نخونده. آقای وسالی دوزاریم نیفتاد، دوزاریت اینجوری بیفته. میخوای واسه کنکور درس بخونی، درست حسابی بخون، نه یا 2 ساعت 3 ساعت بخون. سوال پرسیدم آیا کنکور ارزش وقت گذاشتن داره؟ بله، ولی درست وقت بذار. 2 ساعت واسه کنکور خوندن با نخوندن هیچ فرقی نداره. آقای وسالی تازه شروع کردم، این بهونه ها رو نه، تازه شروع کرده باشی. 24 ساعت در طول شبانه روز داریم، با 4 ساعت شروع کن، چرا با 2 ساعت شروع کردی؟ آقای وسالی میخونم تست نمیزن، خب همون نخونی بهتره. تشریحی نیست که، تستی کنکور و هر کی تست بیشتری بزنه موفق تره. حالا اصولش رو بعدا میگم بهتون. پس بچه ها این شد راجع به یه سری مقدمات، این که کنکور چیه، چجوری تو زندگیمونه و چیکار کنیم. اما یه قاعده روانشناسی رو بگم و خانه اول تموم بشه دوستان. اگر
شما میخواید نصفه و نیمه و علکی و دوستاتون رو داشته باشید، چت کردناتون داشته باشید، ریلتون رو داشته باشید، بعد بیاید کنکورتون هم بدید، بازیتون و گیمتون هم داشته باشید، چت تلگرام و همه چی اینا رو داشته باشید، پیشنهاد من اینه که این گروه کنکور ندن. چرا؟ چون میای یک سال از زندگی تو حروم میکنی، یک سال از زندگی تو از دست میدی، آخر سرم میای میگم یه رتبه میاری که اصلا دانشگاه تاپ و رشته تاپ قبول نمیشی. خب قبل از اینکه شروع کنی من دارم بهت میگم دو دو تا چهار تا تو بکن. یه آدمی که میخواد موفق بشه باید چشمش رو روی رفیق بازی ببنده، گروه های تلگرام ببنده، روی اکسپلور اینستاگرام ببنده تا موفق بشه. تا بوده همین بوده. کسی که میخواد موفق بشه باید از هر حاشیه دور بشه. اگه میخوای بهای موفقیت رو بپردازی بیا، وگرنه یه دست بچه‌ها سوال مثالی ما زیاد برام مهم نیست، دوستان عشقی بکنیم. خب اینا فرق داره قضیهشون، یعنی هر چی شد شد. اینا رو ما معمولا 3-4 ساعت میگیدیم که فقط بتونن یه رتبه بیارن برن دانشگاه آزادی که اینا فرق داره. ولی تویی که تو زندگی چاره ای نداری، ببین ما یه سری دانش آموز داریم، اینا اگه کنکور نباشه هیچ کار دیگه فعلا از دستشون بر نمیاد. یعنی خانواده هیچ بودجه ای نداره، سرمایه ای نداره به اینا کمک کنه، خودشون هم فعلا مهارتی ندارن، شغلای آزاد و زیاد دوست ندارن، طرف دوست نداره مغازه دار مثلا بشه، دوست داره آقا مثلا پزشک بشه، دوست داره معلم بشه، دوست داره ایرانگردی بکنه. ببین وقتی چاره ای نداری تو زندگی، یکی مثل منی، منم چاره نداشتم. تو اون نقطه از زندگی میتونستم معلم بشم و معلمی یه نقطه ای باشه، یه سکوی باشه به سمت پرتاب، به سمت اهدافم. خب میرفتم دانشگاه، یه حقوقی داشتم، دانشگاه جای خواب داشتم، غذا داشتم، در کنارش اومدم مهارت یاد گرفتم، مدرک گرفتم، 5-6 سال با استادای مشاورم کار کردم. الان اونایی که من باشون کار کردم، یکیشون توی فنلاند، یکیشون توی بحرین و همجور استادان پخش شدن، اونی که رفته امریکا. خب اینا همه زحمت بوده، طرف زحمتشو کشیده رفته و من در کنار شغل اولم مهارت یاد گرفتم. شما در زمان دانشجویی بچه ها حتی اگر هنر دوست دارید ولی اومدید تجربی، نگران نباشید، دانشگاه رو قبول بشید. 4 سال دانشگاهی، 5 سال، 6 سال دانشگاهی فرصت یادگیری خیلی از هنرها رو دارید، فرصت این که یک کسب و کار شخصی ایجاد کنید و راحت دارید. الان هم که همه چیز آنلاین شده دیگه مغازه لازم نداری. فرصت یادگیری همه کار در دوره دانشجویی هست. زمان کنکور فقط تمرکزت بذار روی کنکور و اگر چاره ای نداری تو باید کنکور بدی، تو باید موفق بشی. اما یه سوء برداشت این وسط میشه، اون افغانی گفت تو باید رشد کنی. یه سوء برداشت میشه. ببینید من رتبه 2 کنکور تجربی یه سری دیدم توی همایشی، میگفت ای کاش رتبه 2 نمیشه. گفتم چرا؟ دستش رو آورد بالا، دستش میلرزید، گفت اینا نتایج کنکوره. من از نظر روحی روانی خیلی تحت فشار بودم. من خانواده بهم میگفت آقای دکتر، محله میگفت آقای دکتر، مدرسه میگفت آقای دکتر. فشاری که روی من بود باعث شد به این روز بیفتم. حاضرم، حاضرم برگردم عقب، هیچی نشم، ولی روانم سالم باشه. بچه ها کنکور مهمه، کنکور میتونه شما رو به خیلی چیزا برسونه. ولی من یه جمله از پدر علم روانشناسی فروید برای شما میخونم. فروید میگه که حرفای شخص گرسنه درباره غذاست، آنکه بی پول است درباره پول، و سیاست مدارهای فاسد همیشه درباره اخلاق حرف میزنند. بچه ها کنکور یک پلن با اولویت اول شماست، ولی اولویت دوم هم داشته باشید. ببین بعضی وقتا اصلا قانون دنیا اینجوریه، وقتی یه چیزی خیلی روش تمرکز میکنی همش اون اتفاق نمیفته، یه چیزی خیلی برای شوق داری اتفاق نمیفته. دیدی آدمای بیخیال اصلا سر کلاس خودتون از هفتم هشتم به بعد در نظر بگیر، اون دوستی داشتی، رفیقی داشتی که بیخیال بود، امتحاناتش هم پاس میکرد، با تو در اومد، مثلا امتحان داشتی تو میشودی مثلا 18 و میشه 14، با وجود اینکه 1/10 تو خونده بود. اصلا انگار این دنیا با آدمای بیخیال خیلی رفیقه. این به این معنی نیست که نصف و نیمه تلاش کنی بد تلاش کنی، نه،
این به این معنیه که صبح تا شب به این فکر نکنید تهش چی میشه. فکر کردن به تهش نابودت میکنه، روح و روانتو از بین میبره. تلاشتو برای کنکور بکن، درست تلاش کن، در راه خودش تلاش کن، امیدوار باش، ولی تمام وجودتو درگیر نکن، چون اینجوری اصلا تیک عصبی میگیری، ارزش نداره. خب حتی رتبه های برتر هم میری باشو مصاحبه میکنی، یعنی خیلی ریلکسن. اصلا تو تا حالا مصاحبه رتبه برتر دیدی هیجان انگیز شده باشه؟ نه. پس هیجان و استرس رو از هم الان تو زندگیت بریز دور. هر کی هم گفت میخوای چی کاره بشی، بگو با توکل بر خدا میخونم ببینم چی میشه. استرس و استراب و انتظار روی خودت وارد نکن، ولی دقیق باش. خیلی خوب، این حدوداً بچه ها حرفایی بود که توی خانه اول باید میشنیدیم. بریم سراغ خانه دوم